سلام درود بینندگان گرامی. امروز 27 سنتیبر سال 2023 است و من در استودیو با شما هستم فیروز حید. اینک خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان را پیگیری خواهیم کرد. با ما بمانید. سفری 3 روزه امال رحمان با آلمان و تظاهرات مخالفین در این کشور. مشورت کاری امال رحمان. عراق 3 روز ماتم عمومی اعلان کرد. امالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یک سفری 3 روزه به برلین می رود. بنا به اطلاع رسانه ها سفری امالی رحمان روز 28 سپتامبر آغاز می گردد و تا 30 همین ماه ادامه خواهد کرد. انتظار می رود که با شمول امالی رحمان سران کشورهای دیگر آسیای مرکزی از جمله قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز با آلمان سفر نموده با صدر اعظم آلمان اولاف شولتز و پرزیدنت این کشور فرانک والتر شتاینمایر ملاقات کنند. گفته می شود جانب ها مساله های تحکیم همکاری های منطقوی و اقتصادی اینچنین مساله های همکاری ها که برای منطقه و آلمان مهمند بررسی خواهند کرد. اینچنین ملاقات دو جانبه امالی رحمان و اولاف شولتز نیز پیش بینی گردیده است. علاوه بر این در دایره سفرش امالی رحمان در کنفرانس اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و آلمان شرکت میکند. در پس منظر سفر رئیس جمهوری تاجیکستان با آلمان، مخالفان رژیم رحمان در خارج از برگزاری دو تظاهرات در شهر برلین خبر دادند. ائتلاف پیمان ملی تاجیکستان روز 27 سپتامبر سال جاری با نشر اظهارات از تاجیکان مقیم اروپا دعوت کرد که در اعتراض علیه سفر رهبران کشورهای آسیای مرکزی به آلمان همراه فعالان از کشورهای دیگر آسیای مرکزی شرکت کنند. در این اظهارات که در صفحه فیسبوکی پیمان ملی تاجیکستان نشر شده است، سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امالی رحمان و دیگر رهبران کشورهای آسیای مرکزی را با آلمان یک فرصت برای مخالفین نامیده، گفته است که استفاده از فرصت ها برای رساندن صدای مظلومان، زندانیان سیاسی و مهاجران به جهانیان و اعتراض علیه دعوت دیکتاتورها به کشورهای متمدن یکی از وظیفه های نیروهای مخالف در خارج می باشد. پیمان ملی تاجیکستان در اظهارات خود از هماهنگی با مخالفین سیاسی کشورهای آسیای مرکزی برای برگزاری تظاهرات در نزد قصر ریاست جمهوری آلمان در برلین خبر داده است. گفته می شود تظاهرات در نزد مکان ملاقات ها روز 29 سپتامبر ساعت 8 شروع شده تا ساعت 13 ادامه خواهد کرد. اینچنین پیمان ملی تاجیکستان از تظاهرات دیگر که حرکت سیاسی گروه 24 روز 28 سپتامبر در نزد سفارت تاجیکستان در برلین برگزار میکند جانبداری کرده، از تاجیکان مقیم اروپا و طرفدارانش دعوت کرده است که در هر دو تظاهرات شرکت کنند. پرزیدنت تاجیکستان بعد از برگشت از ایالات متحده آمریکا که برای شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد و واخوری کشورهای عضو 35 جمعیت رفته بود، مشورت کاری انجام داد. بنا به اطلاع رسمی 27 سپتامبر سال 2023 مشورت کاری امالی رحمان با رهبران ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق برگزار شد. در این جلسه کاری بر علاوه رهبران ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق، سروزیر کشور قایر رسول‌زاده، دختر خود امالی رحمان خانم آزاده رحمان و پسرش رستم امالی نیز حضور داشتند. پیش از برگزاری این مشورت کاری با رهبران ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق 26 ماه جاری نیز پرزیدنت کشور با رهبران یک قطار ناحیه‌های نزدی مرزی از آن جمله کوهستان مسچا، دوشتیج، لخش، رشت، پنج، جیهون، شهرتوز، قبادیان و تاجیک‌آباد نیز تلفنی صحبت کرده بوده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان میگوید در مشورت کاری با رهبران ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق وضع کارها در ساحه‌های اقتصادی ملی جمع‌آوری سریوقتی حاصل آمادگی به زمستان در پیش ایستاده از جمله به فصل سرما آماده نمودن مؤسسه‌های اجتماعی اهالی انفراساختاری راه و نقلیات و ذخیره مواد غذایی از جمله مسئله‌های اساسی مشورت کاری بودند. اینچنین در این مشورت کاری مسئله دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی و متشکلانه گذراندن آن، اینچنین با سر و لباس و عضوقواری هرچی بهتر تامین نمودن خدمتچیان حربی قواهای مسلح نیز تاکید شده است. امالی رحمان در حالی در این باره صحبت میکند که دعوت جوانان به ارتش از اولی ماه اکتبر امسال آغاز شده تا اولی دکبر
ادامه خواهد کرد. همه‌ساله وزارت دفاع از یاد شدن شماره جوانان اختیاری و در سری وقت اجرا شدن نقشه دعوت میگوید و آن را به کارهای فهماندهی کمیسریت های دعوتی ربط میدهد. اما شکایت ساکنان بر رسانه‌ها عکس گفته های وزارت را نشان داده گفته میشود که صف جوانان که به ارتش میروند کم شده ایستاده است. حتی امسال خبرها نشر شد که در اکثر جماعت دیهات تاجیکستان مسئولان کمیسریت های حربی در همدستی با دیگر مقامات برق را از مردم قطع کرده طلب کرده بودند که به آنها سرباز بیارند و آنهایی که در مهاجرت هم برگردند و در صف ارتش کشور خدمت کنند در عکس حال به آنها برق دادن نمی شود. شرایط ادای خدمت در ارتش تاجیکستان خیلی بد ارزیابی می شود. یکی از سبب های گریزان شدن جوانان این بدرفتاری با سربازان و حتی کشته شدن جوانان بر اثر لت و کوب در قسم های نظامی کشور گفته می شود. مقامات برای رفع مشکلات چاره نندشیده بلکه آن را انکار میکنند و برای پر کردن صف ارتش کشور از اصول ابلوه یا همان سرباز شکار استفاده میبرند. شومی دیروز در منطقه الحمدانیه استان نینوای عراق هنگامی برگزاری جشن عروسی دو جوان هنین و ریوان تالاری برگزاری جشن عروسی آتش گرفته و در نتیجه این سوختار صدها نفر کشته و زخمی شدند. کمیته هلال احمر عراق تعداد قربانیان این حادثه را زیاده از 450 نفر اعلان کرده بود. ولی بعدتر وزیر تندرستی این کشور به الجزیره گفت در این حادثه 87 نفر کشته و حدود 100 نفر دیگر مجروح شده است. از سوی دیگر شبکه الحره با نشر گزارش از جای حادثه گفته است تعداد قربانیان آن قدر زیاد بودند که نزدیکترین بیمارستان های این استان امکان قبول همه آنها را نداشتند. به این خاطر قسمی از آسیب دیده ها را به بیمارستان استانی اربیل انتقال دادند. نجم الجبوری رئیس استان نینوا گفته است که بر اثر این حادثه دست کم 114 نفر کشته و حدود 200 کس دیگر هم مجروح شدند. وی سبب این سوختار پرقربانی را آتش بازی اشتراکچیان این مراسم در داخل تالار گفته است. وی تعداد کل اشتراکچیان این مراسم عروسی را حدود 800 تا 1000 نفر عنوان کرده است. جالب دقت در خیلی از نوارهای نشر شده از جای حادثه آن است که وقت برخی اشتراکچیان آتش بازی میکنند و سوختار در سقف این بنا سر میزند اکثر اشتراکچیان در جایهای خود ایستاده مشغول خوردن و پای کوفتن و رقصیدن هستند. مقامات حفظ حقوق و سوختار خاموشکنی عراق با انجام تحقیقات ابتدایی درباره سببهای ابتدایی این سوختار گفتند آتش بازی اشتراکچیان هنگامی برگزاری جشن عروسی عامل اساسی این سوختار بوده است. سقف این بنا نیز از موادهای پلاستیکی زودسو ساخته شده که هنگام سوختار شعله های آتش در ظرف چند لحظه همه جا را فرا گرفته است. دولت عراق به خاطر تعداد زیاد قربانیان سه روز ماتم ملی اعلان کرده. پرزیدنت این کشور هم گفته است این یک فاجعه دردناک و یک حادثه است که قلب همه عراقی ها را به درد آورده است. اینچنین تاکید شده است بنایی که در آن این تالار جشنهای عروسی ساخته شده بود مخالف معیارهای قانونگذاری ساخته شده قاعده های امنی سر زدن سوختار رعایت نشده بودند. به همین خاطر دست کم 6 نفر از مالکان و دیگر کسانی که در ساختن آن سهم داشتند بازداشت شدند. اینجا رسیدیم به پایان خبرهای امروز. بینندگان عزیز میتونید چرین فصل اخباری بیشتر را از سامانه و شبکه تلگرامی از تی وی پیگیری و مطالعه کنید. آبودان شدن در شبکه یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاکی از تی وی را نیز فراموش نسازید. خیر تا دیدار، خدا نگهدار.